درود بر نورجویان گرامی به پادکست کانال آکادمی پناه در رستوران روح خوش آمدید. من دکتر رضا حق‌پرست هستم، مدرس و مشاور معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی. در این کانال برنامه‌های آموزشی متنوعی برای شما عزیزان تدارک دیدم که شما را با معنای واقعی زندگی، سبک تغذیه طبیعی و زندگی طبیعی آشنا می‌کنه. اگر بیمار هستید و ناامید از درمان، به شفای طبیعی شما کمک میکنه و اگر بیمار نیستید کمکتون میکنه که از ابتلا به بیماری های سخت پیشگیری کنید. اگر مطالب این پادکست براتون مفید بود حتما لایکش کنید تا به دیگرانم کمک کنید که از این پادکست مفید بهره مند بشن. کانال آکادمی پناه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از پادکست های جدید باخبر بشید. سلام آقای دکتر، خوب هستید؟ درود بر شما. سلامت باشید. آقای دکتر، من حدود یک هفته است که با شما همراه شدم. بله. بعد توی خونه که با پدرم صحبت میکنم یه چند تا سوال براش پیش اومده که میخواست سوالاشو از شما بپرسه. بله، عالیه. چند سالشه؟ حالا ممنون میشم که باهاش صحبت کنی. چند سالشه؟ 11 سالشه. آفرین. بچهای 11 سالی این دور زمونه خیلی باهوشن. حالا من خدا کنه سوالاش سخت نباشه بتونم جواب بدم. من گوش میدم به ایشون از من خدا. خودت هم گوش بده. باشه، چشم. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، اسمت چیه؟ بهبود. بله آقا بهبود، در خدمت هم عزیزم. سوال تو بپرس. من میخواستم بگم که خدا وقتی این گیاهیا بوده، این گیاهیا بد خوب بوده، شکر و اینا بد بوده، چرا تولید شکر رو در ذهن آدم ها گذاشته و گفته این شکر رو برین اینجوری تولید کنید؟ بهبود جان، موضوع کلاس امشب رو میدونی چیه؟ زندگی یعنی جنگ بین فرشته و علاق درون. این یعنی چی؟ یعنی یه فرشته در درون ماست، یه علاق هم در درون ماست. اگر ما غذاهای مضر رو درست میکنیم، مثلا اگه بمب اتم درست میکنیم، خب این علاق درون ما میگه بمب اتم درست کن یا فرشته ای درون؟ معلومه علاق درونم. خب کار خوبی کرده این علاق درون؟ نه. خب اون انسان چرا گذاشته علاق درونش قدرت بگیره و علاق درون دستور بهش بده؟ نمیدونم. خب این مشکل انسانه دیگه، این بیماری انسانه. خداوند عمدن خودش هم فرشته درون انسان گذاشته هم یه علاق، و انتظار داره که این علاقه بزرگ بشه. نه، علاقه کوچیک بشه، فرشته بزرگ بشه. درسته؟ فرشته غلبه بکنه بر علاقه و جلوی علاقه رو بگیره. اما خود در بعضی از انسان‌ها اینجوری نشده. مثلا اونایی که مواد مخدر درست میکنن، اونایی که سیگار درست میکنن، فرشته درونشون قوی بوده یا علاق درونشون؟ علاق درونشون. آفرین. فهمیدی جوابتو گرفتی؟ بله. حالا من و تو مثلا میبینیم که یه نفر علاق درونش باعث شده که سیگار درست کنه و قلیان درست کنه. خب آیا ما باید بگیم چون که علاق درون اون این کارو کرده پس ما هم بریم دنبال اون؟ درسته ما بریم دنبال اون؟ نه. خب اینجا ما بایستی بگیم فرشته درون ما بایستی بزرگتر بشه و اجازه نده که ما بریم دنبال علاق درون اونی که این موادو درست کرده. باشه؟ بله، درست. سوال بعدی؟ ما خواستم بگم همین سوال داشتی؟ بله. سوال مهم و قشنگی پرسیدی، آفرین. الان من چیکار کنم؟ تو الان کمک بکن فرشته درونت قوی بشه. با خودت بگو مثلا ببین همین قند و شکر، آیا قند و شکر مثلا همین حبه های قند و شکری که توی ظرف شکردان شما هست، آیا اینا تو طبیعت بوده؟
نه، با دست انسان ها. با دست انسان هایی که علاقه درونشون قوی تر از فرشته درونشون شد. متوجهی؟ خب تو الان بایستی اون عقل تو که خدا بهت داده کارش بندازی. خب بگی که این غذا آیا تو طبیعت بوده؟ مثلا نون سنگک توی طبیعت بوده؟ نه. تو طبیعت چی بوده؟ گندم بوده. کی این گندمو تبدیل کرده به نون؟ انسان. و یه غذای غیر طبیعی درست کرده. الان انسان ها فهمیدن که کسانی که نان میخورن دچار مشکل میشن، هم با برای پختن نان گاز گلخانه‌ای تولید میشه میره هوا، هم گلوتنی که تو گندم هست باعث میشه که روده ها دچار مشکل بشه. همین خانم نخعی که قبل از شما صحبت کرد نان میخور روده هاش زخم میشد. فهمیدی؟ از وقتی که اون نان که دستساز بشر رو حذف کرد روده هاش خوب شد. مثلا قهوهی که خود خدا فریده میره مثلا توی میره توی آسیاب، اونم با دست انسانه؟ دقیقا. تو الان مثلا قهوه روی درختش یه میوه است، میتونی بری اون میوه رو بخوری؟ میخوریدش. اگر دیدی شیرین و خوشمزه است خب میخوریدش، میگی خدا درستش کرد. اما اگر تلخه میگی اینو خدا درست نکرده برای خوردن من. خب بعد انسان ها میان چیکار میکنن؟ اون میوه قهوه رو میگیرن، بعد میرن سرخش میکنن، حرارتش میدن و با این حرارت سم آکریلامید درش ایجاد میشه، بعد میشه قهوه. حالا خود اون قهوه هم کافئین داره. مثلا چای سیاه اصلا تو طبیعت وجود داره؟ نه. این برگ سبز چاییه. انسان ها این برگ سبز چایی رو میبرن تو کارخانه، یه کاری بهش میکنن، سیاه رنگ میشه. بعد حالا این برگ چای سیاه، ما بایست این چای سیاه رو بخوریم؟ چون که دستساز بشره. مثلا اون برگ سبز، اصلا برگ سبز چایی هم چای سبز، اون کالا ضررش کمتره و منم خودم بعضی وقتا به مریضایی میگم بخورنش، متوجهی؟ اما اونم بازم طبیعت خدا برای ما درستش نکرده. مثلا تو میتونی بری چایو مثلا گاو و گوسفند همینجوری برگ چای رو بخوری؟ اگر کتری و قوری و اینا نباشه تو چطوری چای رو دم میکنی میخوری؟ این برگ چای اینقدر تلخه بعضی از حیوانات هم نمیخورنش، اما انسان با عقل خودش این چای رو آورده برای ما که بخوریم. خب وقتی که میخوری تو معتاد میشی به چای. یه مدتی دیدی که بعضیا معتاد چایان چای نمیخورن سرشون درد میگیره؟ هر روز چای میخورم. اشتباه نکن دیگه، این اشتباه رو نکن. بگو چای رو من خودم قبلا مثل تو چای میخوردم اما الان دیگه نمیخورم. به مادر بگو مادر برام دمنوش پونه، آویشن، نعنا، زیره یا دمنوش زنجبیل و دارچین برام درست کن، اینو بخور. بازم اینم نخوری بهتره، اما خب بعضی وقتا آدم مریض میشه، اینا نشون داده که اثرات دارویی داره و خوب میکنه حال آدمو. مثلا مخصوصا کسانی که نمیخوان سرماخوردگی بگیرن ما بهشون میگیم دمنوش زنجبیل و دارچین بخور. اما اگر هوا گرمه و تو هم احتمال گرفتن سرماخوردگی نداری، نیازی نیست اصلا اون دمنوش رو بخوری. من خودم هیچ وقت برای خودم دمنوش درست نمی‌کنم. متوجهی؟ میرم جایی میگن که ما می‌خوایم چای بخوریم، یه دمنوش هم برای تو درست کنیم. میگم والا اونام دلشون خوشه که منم باهاشون چیزی بخورم. میگم اشکال نداره، یه دمنوش برام درست کن. اما خودم هیچ وقت معتاد دمنوشم نیستم. ببین بهبود جان، ما بایستی حواسمون باشه با حرارت دادن غذا جو کره زمین رو گرم نکنیم. میدونی مثلا تو میگی که من این چایه رو دم میکنم، مگه زیر این قوریه یا این کتریه مگه شعله گاز نیست؟ این شعله گاز گاز کربونیک میفرسته تو جو، درسته؟ گاز متان میفرسته تو جو و این گاز متانه که باعث شده که زب کره زمین گرم بشه و بشر با گرم کردن کره زمین داره کره زمین رو نابود میکنه. آیا این درسته؟ کره زمین رو که خدا درست کرده رو ما به خاطر هوسمون و به خاطر تبعیت از الاغ درونمون داریم خرابش میکنیم. خدا راضیه؟ نه. یک کتابی هست به اسم باترفلای ایفکت. حالا این کتاب رو اگر بخونی بد نیست، یک کمی شاید برای سن تو سخت باشه، اما بچه های هم سن تو من دیدم کتاب جهان های موازی میخونن. و فیلم اینترستلار رو دیدی؟ نه. اینو ببین حتما.
بچه های همسن تو خیلی هاشون دیدن. این نشون میده که بشر چجور کره زمین رو گرم کرده. حالا این کتاب اثر پروانه ای اینو داره میگه، میگه بال زدن یه پروانه توی آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی باعث یک طوفان بزرگ در آمریکای شمالی میشه. ربط داره به هم؟ نه. اما داره. همه چیز به هم ربط داره. خدا تو قرآن میگه یک ذره کار شر کنی نتیجه شرش به سوی تو برمیگرده. حالا منی که این گاز رو روشن میکنم که مثلا یه قوری چای دم کنم، خب چرا؟ چون معتاد شدم به چای که غیر طبیعیه. یک ذره کار شره، خب نتیجهش به سمت خودم منم برمیگرده. اگر مردم این فرهنگ و این آگاهی رو داشته باشن، کمک نمیکنن به جلوگیری از گرمایش کره زمین؟ اگر مردم مثل مادر تو که الان شروع کرده یک هفته است داره این غذاهای خامو میخوره، اگر همه مردم مثل مادر تو رفتار کنن، میدونی چه کمک بزرگی میکنه به جلوگیری از گرمایش کره زمین؟ بله قطعا. خب بعد وقتی که خدا ببینه مادر تو تو این مسیر بیماری که داره شفا میده. بله. فهمیدی چی شد؟ یه سوال دیگه هم داشتم. بفرما سوال تو بپرس. مثلا شما مثلا الان فکر نکنم درخت موز بده توی ایران. بله شما توی ایران موز بده؟ توی طرفای چابهار اونجا درخت موز هست، جایی که گرمه درخت موز هست و موز هم میده. اما توی مناطق سرد الان نمیدونم مثلا توی چابهار چه موقعی گل میده، اینو من خودم اطلاعات ندارم. توی چابهار ممکنه الان گل بده. تو چابهار الان گوجه فرنگیه که تو داری میخوری مال مثلا چابهار، اون مناطق گرمه، اونجا دیگه خیلی گرمه، ممکنه الان اونجا گل بده یا میوه بده. یعنی من منظورم بود تو این فصل مثلا هوا سرده این موز و اینا سیب اینا در نمیاد توی یه فصلی خاصی داره. بعدن چطور وقتی میوه رو درست کنن توی گلخونه گازم استفاده میکنن، بعدن خب اینم تولید گرما میشه دیگه. بله ببین، ما انسان ها درسته، کاملا درست داری میگی، بهتره که ما غذاهایی رو بخوریم که توی اون منطقه هست و همون فصل هم هست. خب یه نکته بهت بگم بهبود جان، انسان ها قبلا مثلا 100,000 سال پیش یا 1,000,000 سال پیش وقتی تو کره زمین زندگی میکردن همشون توی استوا بودن. استوا درجه حرارتش همیشه بهاره، متوجهی؟ نه سرده نه گرمه. خب اگر ما هممون توی استوا الان برگردیم زندگی کنیم، دیگه لازم نیست که از این همه سوخت استفاده کنیم. الان تو خونه شما زمستان اینجا، درسته؟ مگه شوفاژ روشن نیست؟ بله. خب ما انسان‌ها با عقلمون اومدیم توی منطقه‌ای از کره زمین انتخاب کردیم برای زندگی که با شرایط بدن ما سازگار نیست، با شرایط طبیعی سازگار نیست. چه چیزی ما رو آورده توی این منطقه دور از استوا کرده؟ عقل و شعورمون. درسته، ما با عقلمون این خونه ها رو ساختیم، بعد شوفاژ و بخاری گازی درست کردیم که خونه رو گرم کنیم که بتونیم اینجا زندگی کنیم، متوجهی؟ بله. پس این زندگی طبیعی نیست. بله. حالا ما مجبوریم دیگه، تو این زندگی غیر طبیعی رو که انتخاب کردیم باز ادامهش بدیم، پس مجبوریم از سوخت استفاده کنیم. بعضی وقتا هم از ممکنه ما گلخانه مجبور باشیم درست کنیم که غذا توش تولید کنیم. خب آیا الان همه ما میتونیم برگردیم توی جنگل استوا زندگی کنیم؟ نه. خب پس فهمیدی الان ما داریم چیکار میکنیم؟ غیر طبیعی داریم زندگی میکنیم. این غیر طبیعی زندگی کردن دیگه نهادینه شده تو زندگی ما. خب ما تا اونجایی که میتونیم با یه سیستمی کنیم توی همین زندگی غیر طبیعی هم بازم کمتر به طبیعت آسیب برسونیم. مثلا یکی مثل من الان غذاهای پخته زیاد نمیخورم. قبلا من برای صبحانه، نهار، شام حتما از
اجاق گاز برام استفاده میشد، غذا برام درست میکردن، متوجهی؟ اما الان نه، قضیه اصلی من سبزیجات و میوه‌جات، یعنی الان دارم کمک میکنم توی این شرایط سختم به طبیعت خدا. خب یا اینکه مثلا بعضی جاها میخوام برم مثلا یه میوه بخرم، پیاده میرم میوه رو میخرم دیگه، ماشین نمیبرم، گاز و گلخانه کمتر تولید میکنم. یا مثلا تو خونه هستم که طبقه 4 و 5م، از آسانسور استفاده نمیکنم که انرژی مصرف نشه، سعی میکنم طوری حمام کنم که آب کمتر مصرف کنم. یه نکته بگم خیلی جالبه، مردمی که گوشت میخورن بدنشون بیشتر بو میگیره و مجبورن بیشتر حموم کنن، خب اما مردمی که گیاه میخورن بدنشون زیاد بو نمیگیره و دیر به دیر حمام میکنن نسبتا. مثلا بعضی از مردم گوشتخوار بایستی هر روز برن حمام، بعد بدنشون بوی بد میگیره، اما گیاهخوارا مثلا هر 3 روز یه بار میرن حموم. خب کدومشون به طبیعت کمتر آسیب میرسونن؟ اون گیاه خاره دیگه، کمتر آب مصرف میکنه چون که بدنش زیاد بو نمیگیره. این اثبات شده، دانشمندا روی موضوع کار کردن، دیدن کسانی که گوشت میخورن بدنشون بیشتر بو میگیره، بوی بد، و اون افراد بیشتر آب مصرف میکنه. مثلا من خودم چند وقت گوشت کم میخورم کمتر همون میرم. آفرین، و کمک به طبیعت خدا میکنی، بدنت کمتر بو بد میگیره، متوجهی؟ بله. ببین بله. ما اینجا خدا چرا آوردتمون؟ آوردتمون توی این شرایط سخت گذاشتمون که ببینه کدوممون با هوشمندی توی این شرایط سخت زندگی میکنیم. اونی که هوشیارانه و با هوشمندی توی این شرایط سخت زندگی کنه و کمک بکنه به طبیعت خدا، خداوند بهش پاداش میده، متوجهی؟ اما اونی که طبیعت خدا رو خراب بکنه یه جوری مجازاتش میکنه. این توی قرآن اومده، میگه کسی که یک ذره کار شر بکنه نتیجه شرش به سمت خودش برمیگرده، یک ذره هم کار خوب کنی نتیجهش به سمت تو برمیگرده. مثلا تو اگر بگی که من گوشت نمیخورم که بدنم کمتر بو بگیره و کمتر آب شیرین رو هدر بدم، خب خدا و این یه کار کوچولویه که تو داری میکنی، اما خدا یه نتیجه خوبی بهت میده بابتش. ممکنه بیمار باشی بیماری تو خوب کنی، فهمیدی چی شد؟ بعد یه سوال دیگه، من دستام چشام اگزما میزنه، همین دور اضافه وزن یک کوچولو دارم، اگر این دوره شما رو بیام وقت اینا خوب میشه؟ آره عزیزم، خیلی ها بودن بیماری سختتر از اگزما داشتن. بیماری پسوریازیس شنیدی؟ نه. بیماری پسوریازیس یه بیماری بسیار خطرناکه، بیماری پوستیه، بزن توی گوگل جستجو کن پسوریازیس، بعد میبینی این بیماری هم لاعلاجه. الان ما بیشتر از 1000 نفر داشتیم تو ایران که این بیماری لاعلاجشون با همین روش شفا پیدا کرد. بیماری اگزمای تو که هیچی نیست، خیلی کوچولوه. بعد میدونی چرا مثلا ما دچار بیماری پوستی میشیم بهبود جان؟ نه. چون که تو غذاهای غیر طبیعی زیادی میخوری، مثل نمک، قند، گوشت، لبنیات، نان، خب غم و غصه و استرس، اینا همه سم وارد بدنت میکنن. سموم انقدر زیادن که کلیه و کبد که اندام سمزدایی تو هستن نمیتونن این سموم رو دفع کنن. اون موقع چیکار میکنن؟ از پوست تو به عنوان اندام سمزدایی سوم کمک میگیرن که این سموم دفع بشه. یعنی این جایی از پوست تو که زخمه نشون میده چی؟ اون قسمت زخم داره سم که تو بدنت جمع شده رو دفع میکنه که تو نمیری تا شاید یک روز حرفای ما رو بشنوی و به آگاهی برسی. فهمیدی؟ اگر تو دیگه غذاهای غیر طبیعی که دستساز خدا نیستن رو نخوری، اگر دیگه غم و غصه نخوری، خب و به طبیعت خدا کمک کنی، خدا اینو میفهمه، سمم کمتر وارد بدنت میشه. خب وقتی که سم کمتر وارد بدنت شد، اون موقع کلیه و کبد تو به پوست تو میگن ممنونیم پوست عزیز که کمکمون کردی موقعی که بهبود ناآگاه بود و سم زیادی وارد بدنش میکرد. الان بهبود آگاه شده و سم کمتری وارد بدنش میشه، یا اصلا دیگه سم وارد بدنش نمیشه، پس ما خودمون میتونیم این سموم رو دفع کنیم، تو دیگه نیازی نیست کمکمون بکنی، تو الان دیگه سالم شو. فهمیدی چی گفتم؟ مثلا شیرم
اونم غیر طبیعیه. آها شیر. تو چند سال شیر مادر خودتو خوردی؟ 2 سال. حالا میتونی بری بازم شیر مادرتو بخوری؟ میشه؟ نه. طبیعت برای تو 2 سال در نظر گرفته شیر مادر رو بخوری. بعد از 2 سال میگه دندون در رو برده باید بره غذای طبیعی خودشو بخوره. خب بعد ما انسان ها میایم چیکار میکنیم؟ تنها موجودی هستیم که بعد از اینکه از شیر گرفته شدیم برمیگردیم شیر یه حیوان دیگر رو میخوریم. بعد شیر گاو، معمولا شیر گاو رو بیشتر مردم میخورن. این شیر گاو فرمولش رو خدا برای یه گوساله درست کرده یا برای انسان؟ برای گوساله. خب موادی داخل این شیر گاو هست، هورمون های داخل شیر گاو هست که گوساله رو ظرف 1 سال میکنه 300 کیلو. خب تو یکی شیر گاو میخوری آیا میخوای بشی 300 کیلو؟ خب این موادی داخلش هست که تو رو قراره بکنه 300 کیلو و تو هم قرار نیست که بشی 300 کیلو و اون موادی که برای این موضوع طراحی شده باعث میشه تو بیمار بشی. یه فیلمی هست، توصیه میکنم این فیلمو حتما ببین، یادداشتش کن، به اسم چنگال به جای چاقو، تو سایت آپارات با مادرت بشین ببینش. باشه؟ چش. بعد یه فیلم دیگه هم هست به اسم تحول آفرینان. این فیلمو میدونی که درست کرده؟ جکی چان با آرنولد شوارزینگر. میشناسیدشون؟ بله جکی چان رو میشناسم. آرنولد چی؟ نه. آرنولد هم یه هنرپیشه معروفه، یه بدنساز معروف بوده. خب بعد این دوتا این فیلمو ساختن با کمک کارگردانی به اسم کارگردان معروف آمریکایی به اسم جیمز کامرون. خب این فیلمو ساختن و دفاع کردن از گیاهخواری اونجا با ورزشکارهایی که گیاهخوارن و خیلی خیلی قدرتمندتر شدن از وقتی گیاهخوار شدن صحبت کردن. این فیلمو حتما ببین. بعد اون فیلم اینترستلار هم ببین. فیلم اینترستلار نشون میده که بشر چطوری کره زمین و خاک کره زمین رو خراب کرده و الان به دنبال یه سیاره دیگه که پیدا کنه که کره زمین رو که خراب کرده الان زندگی رو منتقل بکنن به اون سیاره. این کار درسته؟ توی این فیلم اول فیلم توضیح میده، میگه ما به بچه‌هامون یاد ندیم که کره زمین رو ترک کنن، یاد بدیم بهشون که چطوری کره زمین رو حفظ کنن. و تو هم که الان تو سن 10-11 سالگی هستی بایستی یاد بگیری که چطور کره زمین رو حفظ کنی. همینقدر که آمدی توی این مسیر، دست دادی دست مادرت، تغذیه طبیعی شد، سم دیگه وارد بدنت نکردی، پوستت هم خوب میشه. بعد وقتی پوستت خوب شد اون موقع میشی مأمور خدا برای کمک کردن به کره زمین و آگاه کردن مردم. خوبه یا بده؟ خوب. بده. خوبه بله. که کمک بکنی به مردم که به آگاهی برسن. متوجه شدی منظورم چیه؟ بله. این آگاهی رو نبایستی فقط برای خود تنها بذاری. فهمیدی چی شد عزیزم؟ بله. پس این موضوع علاق درون و فرشته درون رو خوب فهمیدی، درسته؟ بله خیلی خوب. که ما بایستی سعی کنیم فرشته‌ای که در درونمون هست غلبه پیدا بکنه بر اون علاقه درون، نذاره علاقه ما رو به سمت کاهدان ببره. فرشته ما رو به سمت جواهر و گوهر کان میبره. گوهر کان میشه چی؟ یعنی جواهر معدن. گوهر کان اینو مولوی میگه، میگه گر در هوس لقمه نانی نانی، گر در پی گوهر کانی کانی، این نکته راز اگر بدانی دانی، اندر پی هر چه که هستی آنی. متوجهی؟ بله. ما بایستی بیشتر به دنبال چی باشیم؟ گوهر کان باشیم یا لقمه نان؟ به دنبال ها؟ گوهر کان. گوهر کان، آفرین. گوهر کان. آفرین، آفرین. ممنونم بهبود عزیز. گفتگوی خوبی بود. ممنونم. عکس تو میتونی برام بفرستی که من این بذارم روی همین گفتگوی تو و اینو پخش کنم که مردم قیافه بهبودم بشناسن. استاد تغذیه طبیعی آینده. باشه؟ یه عکس خوشتی به تو برام بفرست توی ایتا. به مادرت بگو الان برام بفرسته توی ایتا. درود بر تو. خیلی گفتگوی قشنگی بود. لذت بردم از گفتگو با تو بهبود عزیز.
موفق باشی. خدا نگهدار. واقعا آدم لذت میبره میبینه که نوجوانا چشمشون داره باز میشه و دارن کمک به خداوند و طبیعت میکنن. ما بایستی ازشون یاد بگیریم و کمکشون کنیم. این نوجوان ها هنوز یه بویی از عالم بالا دارن، ما سعی میکنیم اونا رو مثل خودمون زمینی کنیم. این خیلی بده. یه کاریکاتوری دیدم خیلی جالب بود، میگفت که یه پسری میاد به پدرش میگه پدر میخوام برم با دوستام سیگار بکشم. باباش میگه اشکال نداره برو، اما کم بکش، زیاد نکش. روز بعدش میگه پدر میخوام برم با دوستام همبرگر بخورم. میگه برو اما زیادی نخور. بعد یه روز میاد میگه پدر من فهمیدم که این راه اشتباه بوده، میخوام خام گیاهخوار بشم یا گیاهخوار بشم. پدر میگه نه نکنی این کارو، بدبخت میشی، بیچاره میشی، چرا خوب فکر نمیکنی، چرا دیوونه شدی؟ متوجهی؟ پدر و مادرای ما بعضی وقتا خودشون اون آگاهی کافی رو ندارن که ما رو هدایت کنن و تو این جور شرایطی درد و یه بیماری میاد توی مسیرشون قرار میگیره و کمک میکنه که چشم پدر و مادرها باز میشه و این پدر و مادرها هم بایستی بیان کمک بکنن به فرزندانشون و اونا رو به آگاهی برسنن. یه پدر و مادر آگاه باشند، این مأموریت الهیشونه. این بچه رو که تولید کردی و مسئولیتشو پذیرفتی بایستی کمکش کنی که به اون آگاهی درون کمکش کن که فرشته درونش رو تقویت کنه، نه علاقه درونش. ممنونم از بهبود عزیز و خانم گلشا که این گفتگو رو برنامه ریزی کردن. امیدوارم از این پادکست بهره کافی برده باشید و باعث افزایش سطح آگاهی شما شده باشه. کسب آگاهی مأموریت اصلی ما در این دنیاست، چون آگاهی ما ثروت اصلی ماست و در عالم جاودانی بالا این ثروت آگاهیه که با ما جاودانه میمونه، نه ثروت مادی که ما در این دنیای فانی جمع میکنیم. هدف ما در کانال آکادمی پناه در یوتیوب و دوره خودآموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی در سایت رستوران روح اینه که به این ثروت جاودانه آگاهی شما بیفزاییم. اگه این پادکست براتون مفید بود حتما لایکش کنید و کانال آکادمی پناه رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا پادکست های جدید آکادمی پناه رو از دست ندید. لینک این پادکست و این کانال رو برای کسانی که بیماری سخت و لاعلاج دارن و شما میشناسینشون بفرستید و همچنین برای کسانی که بیمار نیستن و میخوان از ابتلا به بیماری‌های سخت پیشگیری کنن و نیاز به آگاهی شفا بخش دارن، برای اونا هم لینک این پادکست و کانال رو ارسال کنید. شما رو به خدا میسپارم.